سلام خدمت همراهان گرامی و وقتتون بخیر. پویان و در خدمت هستم با گزارش یه بازی از قبل انجام شده. واقعیت اینه که از اونجایی که الان همچنان گردنم درد میکنه، دستم درد میکنه، ولی یه جا خوندم نباید خیلی حرکات تکراری که استراحت زیاد هم باعث خشکی مفاصل میشه. و چی بهتر از ورزش و چه ورزشی بهتر از بازی کامپیوتری؟ حالا به هر حال، اما دردش واقعا چیز خاصی نیست، یه ذره در همین حد. به حال بهتر از شکستن خیلی جاهای دیگه است. منظورم از جاهای دیگه قلب همونجور که وقتی شنیدم آنا آتاوه ازدواج کرد، یا مثلا وقتی نامی بود جوابمو نداد. خب البته بعدم فهمیدم چون دوست پسر داره. خاک به خاطر اینها بریم سراغ بازی. معمولا من فقط این ADC رو فقط در دو زمان میگم، یکی وقتی طرف اشه، یکی وقتی میس فورچونه. اما جدیدن یک گزینه بهش اضافه شد که تو عمرم ندیده بودم، کورکی ADC. خب هم خیلی وقت دیدیم یه یاسو پلیر خوب مثلا میاد بات لین، یا مثلا چه میدونم فیورا، یا نمیدونم حتی شده سالیس، ولی واقعا کورکی سیریسلی ریلی این یکی بودی که شک دارم بتونه. اونم چه کورکی؟ این کورکی بدون هیچ اکسپریانسی، یعنی همینجوریش با کورکی نوبه، چه برسه بیاد تو ADC. اما خب میدونین که به قول معروف نباید کتاب بر اساس ظاهرش قضاوت کرد. به قول اون عالم فرزانه، البته این آدم فرزانه ای نبود که من میگفتم، از اون آدم فرزانه تصویر ستان نداشتی، مجبور شدیم جایگزین کنم. بگذاریم بریم سراغ بازی. از نشونه های پلیرهای نوب اینه که همون اول مثل بز میرن زیر تاورشون. نشونه بعدی اینه که میبینن اینجای وارت هست، دوباره میاد همونجا وای میسن. بازی شروع میشه و با خودم میگم خب بدترین چیزی که ممکن اتفاق بیفته چیه؟ اون اسلحه داره نفس کار که سفینه داره، ولی خب شاید باید این اعتماد تنظر میفتم که مغز نداره و میپره وسط میونه دشمن یک به دو مخاط لیولی یک و دو اونا رو بزنه. خب حالا اشکال نداره، هیل داره ولی اونا جفتشون با هم، یعنی واتت با هم، جفتشون با هم، فلش با هم. بگذاریم برگردیم به بازی. میدلین همون جفتشون خوب بودن، یعنی هر دفعه یکیشون یکی رو میکش، اون یکی هم نرزاش یکی رو میکش. با این فرق که سایلس بهتر بود، سایلس فیونه رو راحت‌تر میکشت، یعنی بیشتر بربیه رو میکشت. این وسط یه جنگل هم داشتیم که در نقش اسکرین سیور گاهی میومد رد میشد. معمولاً وقتی یا هر چیزی هنوز شروع نشده بود بی خودی عجله میکرد، یا همه چی تموم شده بود بی خودی میومد وسط. دقیقا مثل این صحنه، یونه و سایلس دارن میجنگن، اینجا با هم رو در رو میشن، این اونو میزنه و اینو میزنه، بعد اینجوری میشه بعد اونجوری میشه. یه دو تا تیر مینیون اگه بهش نمیخورد شاید سایلوس هم زنده میاد. این واسه چی میگه واقعا؟ اما در باطن کورکی تلاشش رو میکنه، اگرچه همچنان معتقدم یک کمی خنگه، ولی ببینید چه شجاعانه میجنگه اینجا. این خنگ دور خودش میچرخه. کورکی بیدیه که از این باطن میگرزه ابدا. چقدر صافش ولی خفن بود. ببینید مثلا مهم نیست ADC باشه نه، فی دابل کی گرفت اینقدر توپ به این صاف. حالا کورکی به خودش میگه تو ADC هستی باید یه حرکتی بکنی و اینجا این همخر میره وسط تاورشون یک به دو در دیوار رو میزنه. معلوم نیست چیکار میکنه و میمیره. تکرارش رو با هم میبینیم، این حمار میره اون وسط و به همین راحتی میمیره، اما مطمئنم میاد و روزی میرسه که به خودش میاد. اون صحنه رو خواهیم دید. توی تاپلین هم دو تا ADC دیگه داریم که اونم دارن سعی میکنن سر در بیان خوش میدن چیکار میکنن. این دفعه توپ در دفعه فکر میکنه داره خرگوش چیکار میکنه، این داره مینیون میزنه، بعد این یهو میاد بیرون، اونم یهو میزنه، بعد این میاد نمیزنه، اون میاد میزنه، خلاصه یکیشون یکی رو میکشه. همین روند هم همینجور ادامه داره. دقت کردین اسم طرف چقدر حالت مختنی داره؟ پاشو یا پاشو وی یا همچی چیزی. یکی من میگه چرا داشتم که از رو کلا حرف میزنم. جنگل هم سعی میکنن رندوم این چیزایی بزنه، مثلا الان اون ابلیتیشو اون بر واسه خودش زد. آخه چرا؟ نرزوتی بعد از این سنه همین سنه نادر میبینیم دو تا ابلیتی پشت سر هم یونت دوباره کج و کلا شدن. چرا آخه؟ دو تا ابلیتی یونت پشت سر هم باحال بود. در اینجا کورکی رو میبینید که این حرکتش منو یاد یه چیز میندازه. مطمئنم فکر میکنید تسلیم شده، ولی ببینید اون داره ادای جنگجوهای اسکاتلندی رو در میاره. بله و بعد از این حرکت حماسی کورکی دوباره میاد جلو و این بار روحیه جنگجویی در پیش گرفته و میاد جلو و خب دوباره میمیره، ولی خب چیزی از ارزشش کم نمیکنه. حرکت پهلوانی شد انجام داد. در سمت دیگه این نقش تاپ لین نمودم کتین. اصلا این یونه رو که دیده و من نمی اصلا شو از اول میخواست برو کنه به یونه. نگاه کن آخه با اون
تن به تن میره به جنگ چیز. بعد تو این صحنه به جنگ که تمو زیر تاپر بایسته میاد که قشنگ کایسر رنج خواهشه، کایسر با جون فکر کنم 20 یا 19 جون به در میبره. حالا به همین گردیم به باتلین. این دفعه جانگل و ADC میگن ما دیگه بسه، نمیخوایم فیده باشیم و ته یک گنگ که حساب شده جونها پر، جون دشمن نصفه، دوباره این همار میرن زیر تاور و دوباره جانگل میمیره. ADC هم شانسی زنده میمونه، اما میگم ثابت کرد کورکی که میتونه، اما خب به حال آخرش دوباره میمونه. اما این چیزی که انتظارش نداری اینه که درست دقایقی بعد وقتی همه فکر میکردن که کورکی دوباره میمیره، دوباره سوتی میره، دوباره نوبازی در میاره، این بار کورکی همه رو شگفت زده که دوباره مونه. دقایق بعد هم اتفاق عجیبی میافته و یونه کتلین رو میکشه. نه این عجیب نیست، عجیبش اینجا بود که این اسم پارکال چقدر آشنا بود. پارکال، پاریکال، اسم خر پرین بود فکر کنم، اسم یارو پارکاله، پاریکال. تک کلام زایره اینه که رو گلای من پا نذارید. ببینید اینجا این رناتا گوش نمیده و پا میذاره. اما نکته جالب تری پیش میاد. من دلم با حال کورکی سوخت و میرم که کورکی کارش رو تموم کنه و باز هم نمیتونه. خیلی خوبه، از اون خوبتر البته باز هم همین جنگلمونه. این کورکی علائمی از یک سلول های تو مغزش دیده میشه، جنگلمون تو ابیلیتیاشو میزنه، بعد نگاه همجور از کارت خارج میشود، زیر تاور میشود و باز هم زیر تاور میشود و باز هم زیر تاور میشود. اصلا چی تو مغزش؟ یه حدسایی دارم البته. البته تو هر بازی وقتی یه نفر زیاد میمونه یعنی نمیشه که نوب حریف هم بتونه اونو بکشه. مثلا اینجا رنگا فکر که شرط میاد خب اونم میکشه و همین کشکی میاد اینجا و خب هم و خب میکشه. بعد گاهی وقت بودم این از اون صحنه بود که میشد. این اولتیمیت هم البته خیلی جای چیز داشت، تحلیل داشت، ولی خب بگذاریم. حالت دیگه این قضیه هم اینه که اگه یه نفر قویه دلیل نمیشه که دو نفری نتونن بزنش. مثلا اینجا خب درسته که تو زد، ولی خب از اون طرف خب بله ترندل هم زد. اینه که حالا منظورم این صحنه نبود در کل. در صحنه بعدی تو میدونی درگیری رخ میده، کایستا جونش نصف میشه و تقریبا میمیره و با هیچی هل در میره. ولی بعد یه رفعه نظرش حوض میشه میاد میمیره. من نمیم چه کاری بود آخه، خب در میرفتی دیگه. این صحنه هم مستاق حرف رو به بچه آدم یه بار میزنه. این یه بار بهش گفتم تو باخشه من نیار، نگاه کن خودش ببین. چند بار باید آخه بهش بگم یکم حالا آدم میومد میمورد انصافا نیمد. ببین خب این بچه خوبیه دیگه، پاشو از باخشهش درسته نکن. در کل تا اینجای بازی میشه گفت برتری با ما بوده، اگرچه بلا داشتیم فیده رو خنگ زیاد داشتیم، ولی خب این همونجوری که الان میبینید تو میدلین دوباره درگیری شد، زدیم الان دقایق دیگه این تاور رو هم میزنیم. بعد اینجا این میاد اولتش از این پشت میزنه، من نمیدونم چی تو کله شد و بالاخره تراندل برای اولین بار اون صخرهش رو درست به جا میزنه. این هم اینجا میمیره. بعد دوباره میریم جلوتر، این از این بعد شبیخون میزنیم بهشون، اینجوری میایم پشت میزنیم بهشون که من نمیدونم چیو زد، ولی اینجوری که فهمیدم این طفلک یه روح اینجا میدید. خب بعضی آدما میتونن روح ببینن، هر چقدر اون روح رو میزد. خلاصه حالا تو بعضی بازی خوزخام ان شاء الله تو بازی بعدی نشونتون میدم، با عینک مخصوص فرق میشه. ما همچنان پیش میریم، اینجا حتی هرال نول میکنیم، میریم تو بیسشون. اما یه دقت کنید تو مینی مپ کورکی نداریم. کورکی بعد از اینکه حسابی بهشون پول داد و براشون یه صندوق چست بود از بازی رفت. البته همه فکر کردن دیگه کورکی بر نمیگرده، حالا جلوتر با هم میبینیم. حتی میایم اینجا یکی از اینهیبیتوراشون رو میزنیم، جلوتر هم میریم و بعد اینجا هی این دوتا عبیله رو پینگ میکنیم که آقا شما دوتا فیده این لام از سبا برای چون جوا اینسین، باز هم گوش نمیدن میرن. حالا ما برمیگردیم عقب، اینا هم همچنان وایسادن اینجا، دوباره بهشون میگیم برگردین و اینجا این مغزون خودی اینجا وای میسه و دقیقا دوباره این میمیره و ما میگیم از جمعه سیم که آقا
بجز اون خنگی که الان تو بازی نیست دو تا خنگ دیگه هم داریم و هر کاری کنیم فایده نداره، چون اینا هی فد میدن و هی همه نقشه ها رو به هم میریزن. در اینجا بود که تصمیم میگیریم که تسلیم بشیم، اما چیزی که انتظار ندارید و فکر میکنید کورکی همچنان بیرونه و بر میگرده و بر نمیگرده و بنابراین بازی واگذار میشه. ارزم به حضورتون که همچنان کورکی اینجاست. میخواستیم ریپورتش کنیم ولی من ازش پرسیدم کورکی چی شد که انقدر تو بازی ریپ میزدی؟ تو سوابق خوبی داری، من رفتم پروفایلتون رو کردم و علتش رو به همون نشون داد و ما تصمیم گرفتیم که ریپورتش نکنیم چون کاملا حق داشت. با هم ببینیم. طبیعتا ما ها نمیدونیم این چه سایتیه ولی من هم از نشون دادن همش معذورم. من یه تیکش رو میزنم فهمه از اینکه دستتون بیاد چی بود. و اینجا بود که همه ما اشک رو چشامون حلقه زد دورش نشستیم و گفتیم داداش تو خیلی مردی، همون چند تا اتا اتک و ما بودیم نمیتونستیم با این وضعیت بزنیم، چطور به صفحه بازی نگاه میگردی؟ و نشستیم پای صحبتهای استاد و ساعتی را در کنار این بزرگ مرد، این قهرمان که در کنار چنین صحنه اومده بود داشت با ما بازی میکرد، واقعا نشستیم از فرامینش یاد گرفتیم. آه خدای من، این هم از گزارش امروز. تا گزارش های بعدی وقتتون بخیر، خدا نگهدار.